لبيك اللهم لبيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا ومولانا رسول الله، سلام و صد سلام بر شما حاجیان، شمایی که خداوند متعال بر شما منت نهاده و فرصت رفتن به حج رو امسال به شما داده، و سلام هم بر شما حاجیانی که با نیتتون با عشقتون در این مسیر همراهید. اجر این پاداش حج رو حتما دارید. شمایی که دلتون پر از شوقه، شوق رفتن به حج، اما خب چشم بینا و دست کوتاه، میخوایم بریم حج اما خب نه پولش رو داریم، نه صحتمون اقتضا میکنه، یا به هر حال فرصت نیست، تو ثبت نام کردیم منتظریم، قبل از این که ناممون در بیاد حج میریم. حج میریم با چی؟ با ذهنمون، با روحمون، با قلبمون، با نیتمون. نیت اگر پاک باشه حتما به حجت میرسی. اگر نیت شهادت داشته باشی، تو خونت رو لحافت هم بمیری، اجر شهید رو داری. اگر نیت صادقانه البته داشته باشی، یعنی چی؟ مثل صحابه. صحابه پیامبر خدا صلی الله علیه وسلم حرکت میکنن به سوی تبوک. به سوی تبوک میرن. بعضی از صحابه توان همراهی رو ندارن، هیچ آذوقه‌ای ندارن، هیچ سلاحی ندارن، میان پیش رسول خدا، یا رسول الله ما آماده ایم اما توان نداریم، پیامبر هم چیزی دستش نیست که اونا رو کمک کنه. لا اجد ما احملکم علیه، نمیتونم، این چیزی امرام نیست. اینا بر میگردن و چشاشون پر از اشک. منی که میخوام حج برم توانش رو ندارم، از الان باید چشام پر از اشک باشه. عشق این حسرتی که نمیتونم برم، این ناتوانی، اما شوق تو دلم باشه. اون صحابه که اون شوق رو داشتن، اون عشق تو چشاشون حلقه زد، اجرشون چی بود؟ رسول خدا صلی الله علیه و سلم بیاران در بازگشت از تبوک فرمودن شما هیچ بلندی رو نرفتید، هیچ پایینی رو نیومدی، چی جرایی رو طی نکردید، مگر اینی که عزیزانی برادرانی از شما در مدینه بودند، اونها کاملا همراه شما بودند، در تمام اجر همراه شما بودند، اجری مثل اجر و پاداش شما میگیرند و تو خونه هاشون تو مدینه بودند. حبسهم العذر، معذوریت اونا رو منع کرد. ما که این معذوریت رو داریم، این عشق رو نباید از چشامون دور کنیم، این شوق رو نباید از دلامون دور کنیم. این شوق، شوق سفر حج، یه سفره، سفر عمر. این سفری که اجر و پاداشش پیش خداوند خیلی زیاده. الحج المبرور لیس له جزاء الا الجنه. یعنی چی؟ یعنی اگر من یک حجی رفتم، این حج من مورد قبول درگاه الهی شد، پرونده من گرفته میشه، روش مهر زده میشه، بهشتی، من میشم بهشتی، خداوند منو میذاره از جمله بهشتیان. بعد از اون دیگه هیچ، دیگه چه غم دارم؟ مگه من همه عبادتم به خاطر این نیست که خدا رو از من راضی کنم؟ خداوند به من گفت من ازت راضیم،
ای بنده من تو رو قبول کردم، چرا که با حج مبرور اومدی، با حج قبول شده اومدی، با حجی اومدی که توش مال حلال بود، با حجی اومدی که توش ریا نبود، خودنمایی نبود، با حجی اومدی که توبه کرده بودی، با حجی اومدی که احکام حج رو ادا کردی، با حجی اومدی که قلبت تو حج زنده بود. قلبم تو حج تو زنده باشه. این عبادت حج عبادتیه که در اون جسمم به حرکت در میاد، طواف میکنم، مسعا میرم، میرم رجم میکنم، میرم به عرفات، برمیگردم به مزدلفه، مبیت دارم در اون صحراها، در اون فضایی که به صلاح اونجا همش سختی است. اونجا جهاد هست، جهاد خانم ها حج هست. چرا؟ چون به اون سختی های جهاد رو داره. خب در این مسیر من هستم که چی؟ که برسم به خدایم. حالا که منی که این فرصت بهم داده شده، جسمم به حرکت در اومده، مالم رو گذاشتم، نیازه که دلم رو هم همرام داشته باشم. این حرفایی که ما اینجا میزنیم به خاطر چی هست؟ به خاطر همراه کردن دل، به خاطر اینی که من دل بیام بدونم که چی کار دارم میکنم، از این لذت ببرم. در حج وقتی میام میبینم چی کار میکنیم. ما میاییم طواف میکنیم خونه، یک خونه ای که از خشت و گل و سنگ درست شده، میاییم بوسه میزنیم بر حجر الاسود، میاییم سنگ میگیریم میزنیم تو سر سنگ، شیطانو میزنیم. اگر من معانی و اسراری که تو این حج هست رو نفهمم، فرداش یه آدمی که عقل تو کلش نیست، نمیدونه یعنی دیانت یعنی چی، خدا رو نمیشناسه، میگه که آقا شما چی کار دارید میکنید تو حج؟ مثل بت پرستا میرید دنبال سنگ میگردید و دور سنگ میچرخید و فلان میکنید. چرا؟ درک نکرده معانی و رموزی که در حج هست. توحید هست. مشرک میره به حج برمیگرده موحد، هر موحد میره به حج برمیگرده ابراهیم صفت در ایمانش در توحیدش. حج به ما روحیه دعوت میده، روحیه توحید میده، قدرت میده، ایمان ما رو بیشتر میکنه، ایمانمون به خدامون. این شخص درک نکرده تلبیه حج چیه که این حرف پوچو میزنه. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. همه ی حج توحیده، همه ی حج خدا پرستیست، همه ی به ما نشون میده که ما استسلام کامل داریم. مسلمونیم یعنی چی؟ یعنی مهارمون رو تسلیم کردیم به دست خدا و رسولش، یعنی داریم نگاه میکنیم به پیامبر چی کار کرد، همون کارو میکنیم. پیامبر 7 طواف کرد، ما 7 طواف میکنیم. پیامبر بین صفا و مروه 7 بار هر وله رفت، ما 7 بار میریم. پیامبر در صفا و مروه جایی بود که تندتر میرفت، ما تندترش رو میریم. در انگام طواف این بازوش رو نشون داد، ما این بازوشمون رو لخت میکنیم. قربانی کرد، قربانی میکنیم. پا در پای پیامبر میگذاریم، همونطور که حج کرد همونطور حج میکنیم. از خودمون چیزی نمیاریم، از خودمون هیچی نمیاریم. برای چی؟ برای اینی که ما پیرو پیامبریم. اینجا اومدیم تا این درس رو یاد بگیریم که ما قدم به قدم در خط پیامبر حرکت میکنیم. گناه میکنیم؟ بله، گناهکاریم، بنده ایم، خداوند این خصلت رو در ما گذاشته. کل ابن آدم خطا، هر بنده ای، هر بچه آدمی، هر آدمی زادی اشتباه میکنه. و خیر الخطائون التوابون، بهترین گناهکاران کیا هستن؟ اونایی که توبه میکنن. من اومدم که اینجا توبه کنم، اینجا اومدم در مطاف بدونم که طوافم یعنی چی. در این مطاف خداوند متعال برای ما
نه عصای ابراهیم رو به جا گذاشت، نه عبای ابراهیم اینجا هست، نه عمامه ابراهیم اینجا هست. چه هست اونجا؟ مقام ابراهیم هست. مقام ابراهیم چیه؟ جای پای ابراهیم در کجا؟ در مطاف. یعنی من مؤمن حرکت می کنم در این مطاف، پام رو میذارم در جای پای ابراهیم. تا چی؟ تا به مقام ابراهیمیت برسم. ابراهیم کی بود؟ خلیل الله. اگر من میخوام دوست خدا باشم، خلیل خدا باشم، باید پام رو بذارم بر پای ابراهیم. اگر من میخوام کلیم الله باشم، حضرت موسی اومد حج کرد موسی، من اومدم حج کنم تا مثل حضرت موسی کلیم الله باشم. من اومدم اینجا میخوام که چی کار کنم؟ میخوام پام رو بذارم در جایی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم پاش گذاشت، تا من بشم مصطفای الهی، تا من بشم کسی که خداوند منو انتخاب کرده و بدونم که خداوند منو انتخاب کرده. از بین خلایق خداوند منو آورد به حج، پس من انتخاب شدم، منو خدا میخواد، منو خدا دوست داره، منو آورده اینجا تا چون صالحان باشم برگردم از اینجا بشم آمر به معروف و ناهی از منکر، برگردم از اینجا رسالم بشه، پیامم بشه، حرکتم بشه حرکت مصطفی علیه السلام. اومدیم به حج و در فضای حج هستیم. در فضای حج هستیم تا خدامون رو بشناسیم. مگه نمیگیم بسم الله الرحمن الرحیم، خدا رحمانه، خدا رحیمه؟ مگه نمیگیم خدا عفوه، خدا غفوره، خدا رحیمه؟ وقتی که خدای رحمان و رحیم رو داریم دیگه چه غم داریم؟ ای پیامبر من، به مؤمنان بگو، به مؤمنان، به بندگان من بگو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جميعا. به بندگان من، بندگان من، اون بندگان من که چیکار کردن؟ اسراف کردند بر خودشون، یعنی به خودشون خیلی ظلم کردند. چرا ظلم کردند؟ نافرمانی خداشون رو کردند. این بندگانی که خودشون رو تو چاله گناه انداختن، بهشون بگو ناامید نشید، از رحمت من ناامید نشید. چرا که رحمتی وسعت کل شیء، رحمت من همه چیز رو در بر گرفته، همه چی، هر گناهی که توی بنده کرده باشی، هر چه از سر زده به اون که چیز دیگه، و رحمت خدا همین چیز رو در بر گرفته. همه یه گناه، اگر به اندازه دنیا هم گناه کرده باشی، میای پیش خدا، و اگر اومدی خانه خدا اگر اومدی خانه خدا، ما اگر بخوایم یک چیزی به اصطلاح در حق کسی بدی کردیم، فلان کردیم، چه کار میکنیم؟ کسی رو گرفته میریم پیش خونه فلانی، آقای فلانی ببخشید من اومدم شرمنده هستم، اومدم خونه، حالا رو فرشت نشستم، اینجا اومدم، از من فلان حرکت سر زده، من معذرت. حالا اون گناه چقدر بزرگ باشه، یک انسان کریم و یک انسان وجیه دیگه میگه که بابا اومده پیش من، حالا من بنده رفتم خانه خدا، اون خدایی که رحمانه، اون خدایی که رحیمه، اون خدایی که غفوره، اون خدایی که عفوه، یحب العفو،
بخشاینده بخشش و عطا رو دوست داره، خوشش میاد که ببخشه. من رفتم اینجا، اومدم خانه تو ای پروردگار من. اونی که رفته، اونی که نرفته با احساسش با اون همراه هست که ای خدا من میخواستم بیام خانه تو اما نتونستم. خداوند از ما در میگذره، میبخشه. چرا؟ چون که خداوند بخشش رو دوست داره. خداوند رحمانه. اگر رحمان، اگر غفور، اگر رحیم، اگر عفو رحم نکنه، غفوریتش رو نشون نده، بخششش رو نشون نده، نیامرزه، اون وقت چطور ما بفهمیم که غفوره؟ یه جایی یه آدمی باشه میگم که این چطور آدمیه؟ میگی خیلی آدم سخاوتمندیه. میگم چطور فهمیدی سخاوتمنده؟ میگی به فقیران، به ناداران، به کسانی که مستمندن، نیاز دارن کمک میکنه. خب اگه ناداری نمی بود، اگه توی جامعه ای هیچ انسان فقیری نمی بود، هیچ نیازمندی نمی بود، چطور اون سخاوتمند رو ما میتونستیم بشناسیم که اون سخاوتمنده؟ صفات الهی اینطوریه که خداوند متعال میخواد اون صفاتش برازنده بشن، اون صفاتش رو همه ببینن، همه بدونن که خداوند بخشاینده مهربانه. اینه که ما وقتی میریم پیش خدا، وقتی میریم به حج، این تو ذهنمون باشه که کجا داریم میریم. این تو ذهنمون باشه که من دارم میرم پیش کسی که منو رد نخواهد کرد. در کتابای دعا وقتی نگاه میکنیم میگن آقا یه جاهایی هست که دعا رد نمیشه، مواطن و استجابت دعا، اونجایی که دعا پذیرفته میشه. میگن آقا در سجده دعا پذیرفته میشه، بعد از وضو دعا پذیرفته میشه، بین اقامه و نواز دعا پذیرفته میشه. بعدش میان میگن که چی؟ در هنگام رؤیت کعبه، وقت در طواف، در دست کشیدن به رکن یمانی، در بوسه زدن حجرالاسود، در حالت نوشیدن آب زمزم، در مسعا روی صفا، روی مروه، در عرفات، در رمی جمرات، یعنی منگار که بیشترین مواقع دعا در حج. نه تنها این، هر حرکتی که در حج میکنی، هر قدمی که میزنی، هر جوش جای استجابت دعاست. یعنی اینی که خداوند میخواد منی که اومدم به حج، منی که خداوند بر من منت میذاره منو میبره به حج، منی که خداوند این شوق و عشق حج رو در دلم گذاشته و حالا نمیتونم برم و اشکم جاری است، میخواد خداوند از ما در بگذره، میخواد خداوند ما رو ببخشه، میخواد خداوند ما رو بندگان خودش ببینه و ما داریم نشون میدیم که من ای خدا بنده تو هم. لبیک اللهم لبیک، لبیک لا شریک لک، لبیک ان الحمد و النعمت لک والملک لا شریک لک. تو راه که میرم، از میقات که حرکت میکنم، داد میزنم ای خدایا من دارم پیش تو میام، ای خدایا منو قبولم کن. و منی که این فرصت برام مهیا نشده، دارم از دور این احساس رو میکنم که با حاجی گام به گام دارم حرکت میکنم. اینی که از حجم لذت میبرم، منی که در حج نیستم از این فضای ذوالحجه لذت میبرم. من میبینم که این 10 روز اول ذوالحجه پیش خداوند از همه چیز با ارزش تره. کار نیک در 10 روز اول ذوالحجه پیش خداوند از هر وقت دیگه ای و از همه چیز با ارزش تره. گفتن یا رسول الله، حتی از جهاد فی سبیل الله، حتی اینی که من برم به جهاد. فرمودن حتی از رفتن به جهاد، حتی از رفتن به جهاد اعمال صالح در دهه اول ذوالحجه با ارزش تره، مگر اون مجاهدی که با جسم و جانش رفت به جهاد، با مالش رفت به جهاد، هم خودش رفت هم مالش رو برد و هیچ بر نگشت، نه مالش برگشت نه خودش برگشت. در حج من دارم مثل اون مجاهد حرکت میکنم، هم خودم هستم
هم مالم هست هم قلبم هست. و منی که جسمم نیست، مالم نیست، توانش رو نداشتم، حداقل قلبم باشه. قلبم که باشه انشاءالله با نیتش اجرش رو میگیرم. اما تنها باید در این نیت صادقانه باشم. هممون سعی کنیم از این فرصت استفاده کنیم و از این رحمت الهی بیدریغ نشیم. و میدونیم بهترین چیز در حج چیه؟ بهترین رکن حج، بهترین عبادت حج، الحج و عرفه، وقوف ایستادن بر عرفه. وقتی که در عرفه میریم اون کوه رو اسمش چیه؟ جبل الرحمه. حتی کوه اسمش رحمته. یعنی اینی که خداوند میخواد بر ما رحمتش رو نازل کنه، خودمون این رحمت رو از خودمون دور